ادبیات برون مرزی یا تبعید یا مهاجرتی که بهش داری اشاره میکنی واقعا چه مؤلفه هایی داره که میتونه جداگونه از ادبیات داستانی داخل کشور که زنان در واقع صاحبان اثر هستن ارزیابی بشه؟ چه تفاوتی داره؟ چه جایگاهی داره؟ بله ببینید، این دیدگاهی که من بیان میکنم فقط نظرات شخصی خودم هست و طبعا دیگران هم از زاویه دید خودشون و منشور فکری خودشون به این موضوع نگاه میکنن. من فکر میکنم نخستین تفاوتش با ادبیات داخل رهایی از سانسوری، یعنی راحت میتونن حرفشون رو بزنن بدون این که دچار سانسوری باشن. دومی موضوع فراهم شدن میراث فرهنگی غرب برایشونه، یعنی کسی که در ایران هست خود به خود محروم از بخش بزرگ از میراث فرهنگی ادبی جامعه غرب که عمدتاً ادبیات مدرن را شامل میشه. در نتیجه اینا وقتی زبان میآموختن و با فرهنگ غرب آشنا شدن طبعا خوانش رمان و خوانش شعر یا ارتباط با این میراث فرهنگی برایشون این امکان را فراهم اول که یک دید وسیع‌تری داشته باشن. دید ادبی زنان نویسنده در ایران به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت، چه از طرف خانواده، چه از طرف مردم و چه از طرف فرهنگ و سنتشون و چه از طرف حکومت که فقط حکومت یکی از این مؤلفه هاست، نه همش، در نتیجه دچار خودسانسوری بودن، دچار محدودیت بودن و اینها نمیتونستن اون فرانگری رو که زن خارج از کشور داشته باشن. به همین خاطری که میبینیم زنهای خارج از کشور بسیار بهتر از زنهای داخل کشور به مسائل درونی و عشق و رابطه های عاطفیشون میپردازن. الان پیشرفت ارتباطات عمومی، ماهواره اینترنت، اینها چه تأثیری بر ادبیات زنان داشته؟ ببینید طبعا هر تحولی در تکنولوژی یا فناوری ارتباطات میتونه جامعه رو دگرگون بکنه و تاثیرش رو روی مسائل فرهنگی مشخصا بذاره. زیانها و سودهای خودش رو هم داره. ببینید قبل از اینکه اینترنت بیاد، قبل از اینکه تلفن باشه یا به دلیل اختناقی که بوده مثلا 25 سال طرف هیچ اطلاعی نداشته، اما در این فاصله مطالعه میکرده، یعنی اون نسل نسلی بوده که آثار بالزاک رو میخونده، آثار ویکتور هوگو رو میخونده، آثار چخوف رو میخونده، آثار گوگل رو میخونده و این آثار شکسپیر رو میخونده. این آثار پایه‌های اساسی رشد روانی یک آدم را فراهم میکرده و با به اتکای چنین میراثی، به اتکای چنین دستاوردی میتونسته خودش را در جامعه بازنگری بکنه، بازسازی بکنه، حضورش را تعریف بکنه. اما ما میبینیم که وقتی که مثلا تلفن میاد یه بخشی از این موضوع رو میگیره، وقتی که تلویزیون میاد یک بخشی از این امکانات رو میگیره و اینترنت که میاد بسیار موضوع رو سطحی تر و دگرگون تر میکنه. درسته که الان ما ارتباط خیلی وسیع هر روزه و هر لحظه داریم با داخل کشور، ولی از اون طرف متاسفانه تاثیر منفی هم بر ادبیات داستانی و هنر ما گذاشته. یک زمان احمد کسروی در سال 1312 زمان رضا شاه، اوایلی که داشت ایران به سمت مدرنیته بسیار شتابان پیش میرفت، مطرح میکنه که رمان خوندن یک چیز زائدیه، یک چیز مضری هست برای جامعه و زنان و مردان رو باز میداره از تو کار در جامعه. خانم فاطمه صیاد یک مقاله مشروعی مینویسه و بهش پاسخ میده که رمان یکی از جنبه هایی است که به شخصیت روانی زن و مرد کمک میکنه به بلوغ برسن. انسان ها از نظر جسمی به بلوغ میرسن، اما از نظر روانی و از نظر ذهنی میتونن همچنان کودک بمونن. وقتی ما ادبیات نخونیم، که ادبیات با ژرفای روح آدمی سر و کار داره، محروم هستیم از اینکه به اون ژرفای روح و روان و ضمیر خودمون دسترسی پیدا بکنیم و شناخت ملموس‌تری از زندگی داشته باشیم. ما باید پرهیز بکنیم از زندگی ماشینی کردن. یکی از این وجوهی که اینترنت، پیامدهای منفی که داشته اینترنت، همینه که همه خبر زده هستن، همه سیاسی زدن. شما در چنین وضعیتی میبینید که میدیا شناخت کانالش، تنها کانال شناخت یک جامعه میشه برای مخاطباش. یعنی مثلا فقط الان اون چیزی رو که شناخت در جامعه ایران و از زنهای ایران همون چیزی که میدیا بهش میده، یعنی یک
مجموعه از آدمایی که دور یک جای به نام فعالیت‌های هسته‌ای جمع شدن، یک آقایی هم به نام مثلا رئیس جمهور بالاش نشسته داره شعار میده، تند و تند هم شعار میده و بقیه فاقد هر گونه فرهنگ، هر گونه پیشرفت، هر گونه نوآوری و هر گونه آینده نگری و لذت و عشق‌ورزی و محبت و هنر هستن. ما باید این رو بشکنیم، یعنی اون کاری را که نسل اولیه بعد از انقلاب داشت، یعنی این رسالت رو داشت توی داستان‌ها که بخونی یا شعر رو بخونی نشون میده که اینا دارن به قرب دارن میگن که درسته به زبان فارسی میگفتن، درسته که خیلی ارتباط کم بود، ولی اونا داشتن میگفتن که ما فقط حکومت آقای خمینی نیستیم، ما فقط سرکوب نیست اون جامعه، توی این جامعه ما از این فرهنگ برخورداریم، از این دستاوردهای هنری برخورداریم و شما باید این ذهنیتتون رو عوض بکنید. اما بعداً بر اثر این تحولاتی که وجود اومد، یعنی مثلا اینترنت پیدا شد، نمیدونم کانال‌های ماهواره‌ای پیدا شد، خود به خود جو سیاسی غالب شد و من احساسم همینه که مثلا جوان‌ها نه اینکه به مسائل سیاسی بی‌توجه باشن، نه اینکه زن‌ها به مسائل سیاسی روز مثلا بی‌تفاوت باشن بذارن کنار، بلکه هر چیزی تعادلش خوبه، یعنی اون بالانسی که لازم هست، چون مسائل سیاسی 30 سال پیش بوده، 100 سال پیش هم بوده، دوران مشروطه هم بوده، الان هم هست، بعداً خواهد بود، ولی در هم دوران مشروطه زنان هم جلسات سیاسی داشتن، همطوری خودتون میدونن انجمن نسوان و هم مطالعه میکردن، ادبیات داستانی مینوشتن. ما یکی از بهترین اثرات داستانی مدرنمون را به نام امیرارسلان رو دختر ناصرالدین‌شاه نوشته، توران آقا نوشته، توران خانم نوشته، توران خانم. در نتیجه بعد از اون میبینیم مثلا توی مشروطه زنانی که مشروطه خواه بودن و فعالیت میکردن توی زمینه ادبیات داستانی یا آثار هنری دیگه فعالیت بی‌نظیری داشتن. توی دوران رضا شاه یا بعد از مثلا جنگ جهانی دوم به همیشه. اما الان این کاراکترها، این درون مایه ها عوض شده. یعنی یک زمانی اگر که اثر سویشون سیمین دانشور سرامت بود، شخصیت زنی به عنوان یک زن ارزشمند تو جامعه در تلاش بود و کاراکتری بود که همه میخواستن ایدولشون باشه، پیروی ازش بکنن، این شخصیت زنی داستانش سویشون سیمین دانشور تبدیل میشه به فلان خانمی که مثلا، که البته خوبی بدیش رو من کار ندارم، مثلا یه وبلاگ نوشته، نمیدونم حکومت هم مثلا یه وبلاگ رو بسته، بعد اون میشه ایدول و همه میفتن دنبال این. امروز فراموش میشه، میره برای یکی دیگه. حاصل این اقدامات این هست که بعدن هر روز یک کسی میاد و یک قلادی جدید میندازه به دردن اینها و هر روز این به اصطلاح در واقع نیمه دیگر این جامعه ناقصتر و ناقصتر و به اصطلاح ضعیفتر و ضعیفتر خواهد شد. درسته که الان در جامعه ایران زنان به بسیاری از پیشرفت‌ها نائل اومدن و بسیار بیشتر از اون چیزی که ما ازشون تصور داریم اینا روش کردن و حرف دارن برای گفتن تو این جامعه که متاسفانه مثلا آنچنان هم منعکس نمیشه. با همین احوال این جفزدگی امروزی باعث میشه که باعث شده ادبیات داستانی و شعر رو به فراموشی